خب سلام، وقتتون بخیر. امروز در خدمتتون هستم با یک نقد و بررسی جوهر دیگه. امروز برای امروز یه جوهر خاص داریم که به نوعی به در واقع هالووین هم خیلی ربط داره. جوهر دایامین پامکین یا همون کدو حلوایی که خیلی خیلی رنگ شبیه کدو حلواییه که توی هالووین خیلی زیاد استفاده میشه و به خاطر همین هم خیلی معروفه. خب اول یکم راجع به دایامین صحبت بکنیم. دایامین یه شرکتی هستش که از حدود 1864 توی انگلستان در واقع جوهر میسازه، انواع و اقسام جوهرها از اون زمان، حالا جوهرهای مرتبط با جوهرهای دیپن، خوشنویسی، نمیدونم جوهرهایی که برای رنگامیزی استفاده میشه و موضوعاتی از این دست، همه به صورت خاص معروف بودن خودش رو برای تولید جوهرهای خودنویس داره. دایامین جوهرهای بسیار بسیار با کیفیتی تولید میکنه و تنوع رنگش یکی از بهترین ها و بیشترین ها توی دنیاست و بالغ بر 130-140 رنگ مختلف رنگ جوهر خودنویس داره که خب در همطور که میدونید توی تنوعش واقعا به نوعی میشه گفت بی‌نظیره و کمتر شرکتی توی دنیایی همچین تنوعی داره. به صورت خاص روی جوهر متمرکزه و روی جوهر کار میکنه، به همین دلیل هم به لحاظ کیفی حرف بسیار بسیار زیادی برای گفتن داره و جوهرهاش به شدت جوهرهای با کیفیتی هستند و میتونید راحت ازشون استفاده بکنید. منتقدان حرفه‌ای حوزه جوهر تو دنیا بسیار بسیار دایامین رو دوست دارن و ازش استفاده میکنن. ویژگی های خیلی زیاد داره، رنگ های خیلی خیلی متنوعی داره، حتی توی یک طیف رنگ ثابت مثلا آبی شاید بیشتر از 30 رنگ آبی داشته باشه، مثلا 20 رنگ آبی داشته باشه، مثلا یا توی طیف مثلا نارنجی تا قهوه شاید بیشتر از 15 تا رنگ وجود داشته باشه و به همین دلیل هم هستش که دایامین واقعا میشه گفت فوق العاده است از این بابت ها و بسیار بسیار جوهرهای جذابی داره و خود شرکت خیلی جذابیه در زمینه جوهر. ضمن اینکه یکی از نکات خیلی خوب در مورد دایامین اینه که ظرفهای متفاوتی داره، یعنی اگر شما بخواید فقط یه رنگی رو امتحان بکنید، شیشه های 30 میل کوچولویی داره که خیلی خیلی جمع و جور هستن، میتونید تعداد زیادیشون رو توی یه دونه کشوی کوچیک بذارید، راحت مثلا 40 تا 50 تاشون با هم دیگه توی کشوی خیلی کوچیک جا میشن. کسایی که جوهر زیاد دارن مثل من میتونن که این یه مصیبتیه واقعا برای جوهرهای و شیشه های عادی، چون توی طراحی شیشه شاید به کمتر چیزی که شرکت تولید کننده توجه میکنه اینه که چطور اون قراره که توی یه جایی جا بشه و اگه تعداد زیادی مثلا تهیه شده باشه چطور جا میشه، که دایامین از این بابت ها خب یه همچین مزیت هایی داره. بطری های کوچیک 30 میل این شرکت که اندازه خیلی خیلی کوچولویی داره همونطور که میبینید راحت در واقع قابل راحت ازشون میشه استفاده کرد. بدنه این بطری ها پلاستیکیه، برای همین توی حمل و نقل مشکلات خیلی کمی براش پیش میاد، ضمن این که وزن خیلی کمی هم داره و برای همین توی حمل و نقل هم زیاد دچار مشکل نمیشین. اگه بخواید با حالا پستی چیزی هم ارسالش بکنین، نمیدونم، یا از خارج تهیهش بکنید که بخواید وزنی پولش رو بدید، هزینه های زیادی نباید بابتش بپردازید. مشکلی که فقط وجود داره اینه که رنگ جوهر دایامین توی ایران نیست و باید از حتما از خارج از کشور تهیهش بکنید که خب این فکر میکنم بدترین در واقع چیزی که در موردش وجود داره. اولی که این خود بطریشو ببینیم بعد بریم سراغ بقیه چیزها. همونطور که میبینید بطری خیلی خیلی ساده است، یک برچسب پوشه که این برچسب یک کمی حالت روغنی داره و برای همین اگه رنگ جوهر روش بریزه برخلاف خیلی از جوهرهای دیگه جذب این نمیشه و رنگیش نمیکنه با اینها. در خیلی محکمه و با حدود 5 تا پیچ باز میشه، برای همین وقتی رو میخواین جا به جا بکنید زیاد نگران ریختنش نیستین. نکته که وجود داره اینه که همه خودنویسا نمیتونن برن داخل این
شیشه اگر خود نویس زخیم و اینهایی داشته باشید نمیتونید اینجوری وارد این بطری بکنید و جوهر بکشید، که خب این یه کمی شاید یه جاهایی سختش میکنه، ولی خیلی خیلی هم چیز سختی نیست. شما میتونید خیلی راحت با استفاده از یه سرنگ جوهر رو بکشید و توی پمپ خودویر پرش بکنید، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته و نباید خیلی نگرانش باشید. به هر حال همه چیز مزایا و محدودیت های خاص خودش رو داره. خب این از جوهر، اینم در واقع در مورد بطری. خیلی خیلی کاراست بطری، خیلی خیلی جمع و جوره، ضمن اینکه ظرفیت 30 میلی لیتری خوبی هم داره. یک کار خیلی خیلی خوبی که در واقع دایمین کرده اینه که ارتفاع بطریاش رو یک کمی بلند گرفته، بلندتر از حالت نرمالی گرفته، اما ابعادش رو جمع و جور و با مقطع مربع کرده که این در واقع به شکل بهینه از فضای افقی میتونه استفاده بکنه. معمولا شیشه های جوهر رو حالا برای زیبایی و موضوعات این شکلی شیشه های پهن درست میکنن و کوتاه که خیلی خیلی فضا میگیره. مثلا شما اگر شیشه های چه بدونم لامی رو 5 تاشو کنار هم دیگه قرار بدید، یک فضای به این ابعاد رو خیلی راحت مثلا 25 سانت در 25 سانت رو اشغال میکنه و این خیلی جالب نیست، ولی این اتفاق در مورد دائمی نمیفته و در کل خیلی از این بابت جوهر جالب توجه و خوبی. خب بریم خود رنگ رو ببینیم با هم دیگه. ببینید من از قبل در واقع این صفحه خاص همیشگیمون رو آماده کردم برای این جوهر. همونطور که میبینید این جوهر بسیار بسیار جوهر رنگ اشباع شده نارنجی زیبایی داره. خیلی 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 کم تقریبا دیده نمیشه، ولی یه شین طلایی خیلی خیلی ظریفی توش داره که حتی توی سوابش هم دیده نمیشه، میتونیم فرض کنیم نداره. اما رنگش نارنجی خیلی خیلی شارپیه، خیلی سیریه، رنگ نارنجی خیلی سیر و قشنگی داره، بسیار خاناست و راحت میتونید ازش استفاده بکنید. جوهر اشباعیه. در این حال این جوهرهای دایمینه که از ویژگیاشونه که جوهرهای خیلی خیس نویسی هستن، بنابراین به این نکته دقت کنید. اگه جوهر خشک دوست دارید دایمین خیلی به دردتون شاید نخوره. دایمین تقریبا همه جوهرهاش توی رده جوهرهای خیس و خیلی خیس طبقه بندی میشن. توی انواع نوک‌های مختلف میتونید ببینیدش که چجوری دیده میشه و همطور که میبینید وقتی یک کمی نوک زخیم تر میشه، جوهر بیشتر میشه، رنگ تیره تر میشه و یک کمی شیدینگ پیدا میکنه، ولی خیلی شیدینگ زیادی نداره. همینطوری که داریم میگیم من ویژگی هاشم توضیح بدم، به لحاظ شین و شیمر تقریبا میشه گفت نداره، تقریبا 0 از 10. حالا شاید مثلا یه ذره شین طلایی 1 از 10، اونم خیلی با ارفاق. شاید شیدینگش ماکسیموم در حد 3 از 10 شیدینگ داره به نظر من و جوهر خیلی خیلی خیسیه. همونطور که گفتم از زمان خشک شدنش حدود 20 ثانیه است که این رو جزو جوهرهایی میذاره که تقریبا زود خشک میشن و برای همین برای در واقع نوشتن روزمره و عادی و اینها هم میتونید استفاده بکنید و نیازی نیست خیلی نگران باشید که پخش بشه نمیدونم و موضوعاتی از این دست، همچین اتفاقی براش نمیفته. جوهر ضد آبی نیست، شاید ضد آبیش یه چیزی نزدیک 2 از 10 باشه و برای همین خب برای طراحی شاید خیلی جوهر مناسبی نباشه. البته از بابت پاک شدن بیشتر، یعنی با مدل آب رنگی و اینها نمیتونید استفاده بکنید، ولی حالا طراحی صرفا با یه رنگ و اینها خیلی مشکلی نداره. همطور که میبینیم پشت سفرم با هم ببینیم
بلید ترو برای قلم های خیلی ضخیم نویس شاید، ولی روی این کاغذ 80 گرمی ما یا حالا یک کوچولو اینجا بتونیم بگیم 1 از 10، ولی بلید ترو در این حال که خیلی خیسه، ولی بلید تروی چندانی نداشته. البته روی کاغذ های معمولی حتما موضوع متفاوت خواهد بود. فدرینگی من تقریبا نمیبینم و روی کاغذ های عادی تر هم من نوشتم خیلی فدرینگ ندیدم توش، بنابراین از این بابت میشه گفت که حالا اصطلاحا میشه گفت well behaved یا خوش رفتار مشکل خاصی نداره و در واقع قابل مدیریت کردن هست. دایامین پامکین رنگ فوق‌العاده‌اش در کنار کیفیت خوب جوهرهای دایامین اون رو به یک جوهر ارزنده تبدیل میکنه. اگر شما طرفدار و علاقمند رنگ نارنجی باشین، جزو جوهرهایی هستش که بعید میدونم کسی که نارنجی دوست داشته باشه و از رنگ دایامین پامکین خوشش نیاد. همونطور که میدونید و احتمالاً هم دیدین، این جوهر رو منتقدان زیادی توی دنیا ازش زیاد استفاده کردن، توی ریویو هاشون استفاده کردن و جزو جوهرهای مورد علاقه شون بوده و رنگش هم از این رنگاییه که حالا دوستان خارج از کشور حتما برای با توجه به این که در محدوده هالووین قرار داریم این رنگ رو خیلی خیلی دوست دارند و میتونن توی این ایام برای نوشته هاشون، جورنالینگشون یا کارت هایی که احیانا ممکنه به کسی بدن بهش ازش استفاده بکنن و خیلی خیلی رنگ دوست داشتنی و خوبیه. خب بطری های دایامین، بطری 30 میلی لیتری دایامین که الان چیزهای مختلفی داره، بطری 80 میل هم داره و غیره، بطری های 30 میلی لیتری دایامین قیمت های مختلفی توی دنیا داره، از در واقع حدود 4-5 دلار شروع میشه تا بطری شاید نزدیک 9 تا 10 دلار هم برسه. بسته به اینکه کجا خرید میکنید ممکن تکس های مختلفی بهش بخوره و غیره و زالک، ولی در هر حال قیمت های متنوعی توی دنیا وجود داره، ولی در مجموع جزء جوهرهایی هستش که افوردبل و در دسترس در واقع تلقی میشه و راحت قابل تهیه است. جوهر گرون قیمتی نیست و خصوصا شیشه های 80 میلی لیتریش خیلی خیلی به صرفه است. اگر مجبور نباشید که هزینه های در واقع حمل عجیب و غریبی رو بپردازید بابتش، میتونید به قیمت های خیلی خوبی اون رو تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید. خب امیدوارم که این نقد و بررسی جوهر هم مورد توجهتون باشه. حالا میدونم که ممکنه که بگید الان دایامین پامکین ما ایران نمیتونیم خیلی راحت پیدا بکنیم و اینها، حق دارین. مشابه این رنگ، حالا نه دقیقا با این خصوصیت ها، ولی مشابه این رنگ من در واقع کارانداش رنگ نارنجی یا الکتریک اورنج کارانداش رو میتونم بهتون پیشنهاد بکنم اگر خواستید مشابه این استفاده بکنید. رنگش به نظرم خیلی شبیه اینه، البته شیدینگ دایمین پامکین رو نداره. امیدوارم که این نقد و بررسی جوهر دایمین پامکین مورد توجهتون قرار گرفته باشه و دوستش داشته باشید. امیدوارم که به کارتون بیاد و در انتخاب ها کمکتون بکنه. حتما در کامنت ها بنویسید که چقدر این رنگ رو دوست داشتین، چقدر براتون مفید بوده این ریویو، رنگ های دیگه که پیشنهاد میکنید چیا هست که اگر داشته باشمش حتما توی اولویت ها بذارم برای سری های بعدی و ازش استفاده بکنم برای نقد و بررسی. تا نقد و بررسی دیگه، روزتون خوش و خدا نگهدارتون.